پاکستان پیشنهاد فروش زنان برجسته مسلمان در یک حراج آنلاین در هند را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را عملی بسیار شنیع و با هدف آزار و تحقیر زنان مسلمان در هند توصیف کرد. در این بیانیه پاکستان بار دیگر از جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواست تا برای توقف اسلام حراسی و حملات خشونت آمیز علیه مسلمانان در هند اقدام کنند. چندی پیش تصاویر بیش از 100 زن برجسته مسلمان هندی از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی بدون اجازه آنها در یک وبسایت انتشار یافته و در ادامه نیز پیشنهاد فروش آنها مطرح شده بود. مقامات هندی روز یکشنبه تحقیقاتی را در این مورد آغاز کردند. پلیس دهلی پس از دریافت شکایت عصمت آرا، روزنامه‌نگاری که نامش در اپلیکیشنی به نام بولی بای نیز درج شده است، پرونده‌ای برای تحقیق در این زمینه گشود. صدها عکس از زنان مسلمان از طریق سایت‌های توسعه نرم‌افزار گیت‌هاب در برنامه آپلود شده و از کاربران خواسته شده بود تا در یک حراج شرکت کنند. ده‌ها زن مسلمان دیگر نیز پس از دیدن عکس‌ها و مشخصات خود در این برنامه با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی عصبانیت و حیرت خود را از این پدیده اعلام کردند. آشوینی وایشناو وزیر اطلاعات و فناوری در توییتی گفت این حساب توسط گیت‌هاب و تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای SERT مسدود شده است و مقامات امنیتی در حال هماهنگی برای اقدامات بیشتر هستند. پس از این اقدام تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از این زنان اعلام کردند. از نگاه این کاربران هدف از این اقدام آزار روحی بوده است. بسیار از مردم گروه‌های راستگرا را عاملی اصلی چنین اقداماتی می‌نانند.